قبل از همه چی میدونم که پنیک کردی، میدونم ترسیدی، میدونم نمیدونی چی کار کنی، عجله عجله اومدی سرچ کنی ببینی چی کار باید بکنی، چه اتفاقی میخواد بیفته. نترس، راحت باش، ریلکس باش، هیچ مشکلی نداره، خیلی راحت میتونی از این قضیه عبور کنی. امروز اومدم در مورد شپش حرف بزنم. چیزی که من قبلا اصلا هیچ موقع کل عمرم ندیده بودم، نه میدونستم چجوریه، نه میدونستم چجوری باید باهاش رفتار کرد. کلا تمام این چیزا رو من هیچ وقت نمیدونستم تا اینکه اومدم آلمان. تو آلمان بعد از 7 ماه تقریبا زندگی کردن، سر 8مین ماه که اومدیم توی این خونه، کلم شروع کرد به خارش. خارش 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 خارش. انقدر میخارید، انقدر میخارید که دیگه عمونمو گرفته بود. شامپوهای زیادی رو عوض کردم، هول‌های زیادی رو عوض کردم، برنامه غذایی مو عوض کردم، روغنای زیادی زدم به سرم، اما هیچ تأثیری نداشت و من روز به روز داشتم بدتر می شدم. تا روز 20 تو دستشویی بودم، برای خودم نشسته بودم گلاب بروتون، که یهو بیشتر اینجاها پشت گوشم می خارید. پشت گوش راستم و اینجوری می خاروندم، هی می خاروندم، یهو حس کردم چی افتاد تو دستم. یه موجود کوچولوی قهوه‌ای بود که من اصلا نمیدونستم چیه. پنیک کردم، داشتم میمردم. با عجله زنگ زدم به مامانم، ازش عکس گرفتم. مامان این چیه؟ از کله من افتاده پایین. گفتم شپش چیه؟ من تو عمرم شپش ندیدم، وای تو رو خدا چیکار کنم و اینا. دقیقا مثل تو که الان این ویدیو رو داریم میبینی. نمیدونستم چیکار کنم. سرچ کن شپش چجوری برداشته میشه، شپش از کجا میاد، چجوری حل میشه، چجوری میتونی از بینش ببری و اینا. خلاصه با این پنیک خیلی زیادی که داشتم، تو اینترنت برای من نوشته بود که چند تا روغن رو نوشته بود که اگه ازش استفاده کنی خوب میشه و اینا، مثلا درمانهای خانگی، یه سری دوا درمانهای دیگه که باید میخریدی. از اونجایی که تنها چیزی که من تو خونه داشتم یه مدل از اون روغنایی بود که اون گفته بود تو اینترنت، و من شروع کردم به زدن اون به کلم. بعدش رفتم تو آمازون، هر چیزی که به شپش رفت داشته سفارش دادم و میخوام این محصولات رو به شما معرفی کنم. اصلا نگران نباشید، من نمیدونستم این یه چیز خیلی مرسومیه تو آلمان. همه از 10 نفر 8 نفرشون کله هاشون شپش داره و من واقعا نمیدونستم، وگرنه با مراقبت های خیلی بیشتری از موهام زندگی میکردم. الانم دیگه قشنگ موهامو بستم، هر جا میرم موهامو قشنگ اینجوری میبندم، یا اگه باز باشه تو اتوبوس و قطار و اینا باشم میارمش جلو، نمیذارم هیچ تماسی داشته باشه با صندلی. نه، من از کجا اینجوری شدم؟ خودم حدس میزنم از بغل کردن با یه شخصی که اون شخصی آدم کوچولو بود. از اونجایی که خیلی وقت بغل کردن آدمای بزرگو ترک کردم، فکر نمیکردم یه روزی از یه بچه کوچولوی گوگلی بتونم یه مشکلی و یه همچین چیزی رو بگیرم ازش، بهم انتقال بده. نمیدونستم، اما الان فهمیدم که دیگه نباید بچه‌هارم بغل کنم. کاری با هیچ کسی ندارم، هیچ کسی رو بغل نمیکنم، کلا کیو لمس و تاچ نمیکنم. از آمازون چیو سفارش دادم؟ اینو سفارش دادم، دو تا اسپری توشه، یکیش قبل همون میزنی که روش نوشته قبل همون میزنی و چند دقیقه باید روش باشه، یکیشم بعد همونه که میای بیرون اسپری رو میزنی، که این دومی خیلی قویه، روش نوشته که اگه با یه بار زدن حل نشه، که خودش تایید کرده با همون یه بار دیگه از بین میره همش. اینجوری تو دو تا پاکته، پاکتاش اینجوریه، اسمش هدرین. تو آمازون سفارش دادم، اسم هدرینو بنویسید، این اسمی که روشه براتون میاره. قبل از هموم اینو باید بزنی، همون اسپری نارنجی است، اینو میزنین بهش که خودش روش نوشته چند دقیقه باید روش باشه، بعد میری هموم و موهاتو قشنگ میشوری و وقتی شستی و اومدی بیرون این دومیه رو میزنی. دومیه اسپری خاتمه دادن به شپش های کثیفه اینه. دومین محصول چی میتونه باشه که من اصلا نبازش کردم، چون به اون مرحله اصلا نرسید که از اون استفاده کنم، این اسپری هستش. وقتی از این اسپری استفاده میکنی، بعدش با این شونه که از اینجا تا پایین اینجوری میکشی و هر چی تو موهات باشه رو میکشه بیرون. من هیچ وقت از این استفاده نکردم، ولی اینم انگار خیلی قویه که من اصلا استفاده نکردم ازش. امیدوارم هیچ وقتم بازش نکنم که ازش استفاده کنم. و شونش هم این شکلیه که
شما از ریشه موهاتون میکشین تا پایین همه شپشا رو میکشه بیرون. و من از این چند تا مدل فقط تنها سفارش دادم، به خاطر اینکه میگم انقدر پنیک کرده بودم هی میخواستم سفارش بدم، هی میگفتم این چرا نمیرسه، اون چرا نمیرسه. از وقتی که فهمیده بودم تو موهام شپشه دیگه داشتم میمردم، چون من تو ایران که بودم شنیده بودم، اما خب تو ایران انقدر زیاد نیست، اینجا اصلا یه چیز نرماله. تو سرچ میکنی انواع اقسام درمونا و چیزایی که رفع میشه باهاش موجوده تو اینترنت و آمازون و همه جا، حتی تو مغازه ها. سومیش که وقتی شما به موهاتون میرسین باید از اون برم به لباسا تختتون برسین، چون هر چقدر تو موهاتون تموم بشه رو تختتون و رو لباساتون هم هست. پس در نتیجه من هر روز به مدت 2 هفته رو تختی رو بالشی همه رو با دمای 90 درجه میشستم، لباسام همه، و وقتی قشنگ میشستم دوشک و مشک و اینا رو همه رو با این اسپری بارون میکردم که مخصوص شپشه، اینو قشنگ میزدم به چارچوب تخت دوشک، تمام اون چیزایی که شستم، تمام چیزایی که حس میکردم امکان داره شپش روش باشه، همه رو اسپری بارون میکردم. روش نوشته که هیچ مشکلی برای حیوانات خونگی هم نداره، اما اگه حیوانتون اونجا نباشه خیلی بهتره. اینم از همون آمازون خریدم. مهمترینش چیه؟ قبل از اینکه من اینا رو سفارش بدم گفتم تو اینترنت سرچ کردم، تنها روغنی که من تو خونه داشتم روغن نارگیل بود. اصلا نگم برات چقدر این روغن معجزه میکنه برای این شپشا. تمام این اسپری اینا رو همه رو بنداز دور. اگه نمیخوای اینا رو بخری و واقعا هم نمیخوای هزینه کنی و یه درمان خانگی داشته باشی تو یه هفته از بین بره این شپشای لامصب لعنتی، میتونی از روغن نارگیل استفاده کنی. با این روغنه پخت و پز میکردم و هنوزم میکنم، اما قبل اینکه بخواید به موهاتون بزنین یه حرارت کوچیک بهش بدین و بندازینش توی یه ظرف کوچیک که اینجوری اسپری میشه، قشنگ تمام موهاتون رو با روغن آغشته کنید، تمامش و ریشه هاش، ساقه هاش، همه جا رو قشنگ آغشته به روغن کنید. 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، من یه ساعت اینا میذاشتم. بعضی وقتا دیگه انقدر خارش شدید داشتم شب تا صبح میذاشتم بمونه. چون خاصیت این روغنه و روغن زیتون هم فکر کنم اونجوریه، اما من تجربه روغن نارگیل رو دارم، اینجوریه که کامل خفشون میکنه، اصلا نمیتونن زاد و ولد کنن، نمیتونن تکون بخورن دوست درتون، نمیتونن نیشتون بزنن، کامل از بین میرن و میمیرن. من وقتی که این چیزا رو از تو آمازون سفارش دادم 3-4 روز طول میکشید تا برسه. قبلش تو اون 3-4 روز موهامو بستم به این روغن نارگیل، کامل فکر کنم 95% از بین رفته بود و فقط اون بچه‌های کوچولو موچولوش مونده بودن. دیگه وقتی اینا هم رسیدن زدم و کامل از بین رفتن، کلا از بیخ و از ریشه از بین رفتن. این اسپری ها گفتم حتی یکیشون هم باز نکردم، فقط از اسپری تختینا زیاد استفاده کردم چون با اون دیگه نمیشد روغن نارگیل بزنم، و اون دوتا اسپری که دوتاشون توی یه باکس بودن اونا رو هم یه بار استفاده کردم. آب رو آتیش شد برای این قضیه. میگم اگه نخواین اونا رو بخرین و اینا، با همون درمونای خانگی، یکیش اینه، یکی روغن زیتونه، یکی روغن رزماری کنجد، ولی من خودم احساس میکنم روغن نارگیل دشمن سرسختشه بشه، یعنی قشنگ از بینشون میبره، راه تنفس رو از اینو میگیره. وقتی روغنه رو زدین چیکار میکنین؟ بعد اون یه ساعت و اینا که مون رو سرتون، میرین حموم، قشنگ موهاتون رو میشورین، دست اول که شامپو میزنید اصلا تمیز نمیشه، چون روغن نارگیل باید چند دست بزنید شامپو بهش تا قشنگ روغنه از کلتون تمیز بشه و از بین بره روغنه از رو موهاتون، قشنگ میشوریدش، بعد نرم کننده میزنید. وقتی نرم کننده زدین بعدش باید از این شونه استفاده کنید. من اون تایم خیلی ریزش مو داشتم به خاطر اینکه انقدر با اینا میزدم، بعد از اون قضیه من خیلی ریزش مو گرفتم، خیلی تحقیق کردم در موردش. مهمترین و اصلی ترین چیزی که میتونه باعث و بانیش باشه این ریزش مو تو آلمان آبشه. چند روز پیش یه ویدیو دیدم، یه خانمه بود، آلمانی بود، میگفت من خیلی برام عجیبه که هر کی میاد آلمان زندگی میکنه بعد از یه مدتی میاد میگه که من ریزش موی خیلی شدیدی دارم، نمیدونم کار کنم، همینجوری موهام میاد تو دستم. واقعا منم اونجوری ام، وقتی موهامو اینجوری میکنم انقدر مو میاد تو دستم، انگار دورجون دارم کچل میشم. گفتش که من اینجوری ام که همومتون چجوریه؟ یعنی همومتون مثلا فیلتر نداره؟ دوشتون فیلتر نداره؟ چون باید
باید از فیلتر استفاده کنین برای دوشای حمومتون. ما دوش حمومم فیلتر نداره، کلا خونمون فیلتر نداره برای آب. من به خاطر این آب کثیفی که از خونه میخوردم از لوله کشی مریض شدم و همه چیم، همه بدنم و سیستم بدنم از بین رفت. به خاطر اینکه روز اولی که اومدیم تو این خونه، کسی که این خونه رو به ما تحویل داد، ازش پرسیدیم که آب اینجا آشامیدنیه؟ گفت آره، بخورید لذتشو ببرید. و ما خوردیم، دو ماه و من کلا مریض شدم، عادت خیلی شدیدی گرفت کل بدنم. خاطر همون میگم خونه‌ای که توش هستین حتما توجه کنید آبش فیلتر داشته باشه، چه برای حموم، چه برای خوردن، چه برای پس هم به نظرم باید فیلتر داشته باشه. اگه نداره حتما خودتون وصل کنید یا به حسابخونتون بگین بیان وصل کنن براتون، یا اگه قدیمی عوض کنن. تا جایی که میدونم خیلی گرونه، باید خود حسابخونه این کارو انجام بده، ولی اگه انجام نداد حتما سپیچ بشید براتون عوض کنن. واقعا آب شوخی بردار نیست. خواستم بهتون بگم اگه تو آلمان زندگی میکنید، توصیه من به شما اینه که کسی رو بغل نکنید. کسی رو بغل نکنید منظورم اینه کسایی که نمیشناسین، حتی کسایی هم که شما سالی یه بار میبینید و بازم بغل نکنید، لزومی نداره کسی رو بغل کنید. تو ما ایرانی‌ها تو فرهنگمون وجوده که وقتی هر کیو میبینیم ما چماج بازی و بغل و... من بعد از این قضیه دیگه اینجوری هم که لطفا منو بغل نکنید، من نمیخوام کسی رو بغل کنم، میخوام همینجوری از دور باهات حرف بزنم. واقعا خیلی ترسیدم، پنیک زیادی بهم وارد شد، خیلی استرس کشیدم تا تموم بشه این مشکل تو کله من. عزیزترین و مهمترین قسمت بدن من موهامه، خیلی دوستش دارم، دوست ندارم هیچ وقت هیچ آسیبی برسه. اگه میرید جایی میخواید اونجا بخوابید، رو بالش و پتو و اونجور جاهایی که اونجا میخوابید، حتما مطمئن بشید که تمیزن، یا کسایی که قبلا اونجا بودن چجوری بودن، تا جایی که میتونید مطمئن بشید که خدا نکرده شپش نگیرید. کلا یه چیز مرسومه تو این کشور و یه چیز عادیه. شما اگه به خاطر شپش برید دکتر اصلا بهت میخنده، میگه برای چی اومدی اینجا، اینقدر چیز نرمالیه. خصوصا بچه‌ها اینجا همه دارن. یعنی من اون مدتی که تو استخر کار میکردم و با بچه‌ها سر و کله میزدم، همش اینجوری بودم که فاصله به من نزدیک نشین، اصلا با اون بچه‌های گوگولی خوشگل که من دلم قش میره برای بچه‌ها. اما دیگه تصمیم گرفتم که به کسی نزدیک نشم. من اینجوری بودم، هر روز به مامانم زنگ میزدم، مامان چیکار کنم این بچه‌ها اگه شپش داشته باشن تو زخم؟ مامانم میگه شپش شنا نمیکنه که، بیچاره بچه‌ها پرواز نمیکنه، تو باید باهاش تماس پیدا کنی، کله این بچه بخوره به کله تو. قشنگ من وقتی شپش وارد بدنم شد، اون بچه کلهش چسبیده بود به کلم و من بغلش کرده بودم تو بغلم. امیدوارم به دردتون خورده باشه، امیدوارم هیچ وقتم با این مشکل روبرو نشی. خیلی دوستتون دارم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که منو حمایت میکنید، کلی میبوسمتون، به زودی هم میبینمتون. بای بای.